کمیسیون مستقل انتخابات کمتر از دو ماه زمان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد. به تازگی گروه طالبان مخالفتشان را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. آنان در خبرنامه نگاشتند که به تازگی کمپاین ها برای انتخابات نمایشی آغاز شده و جلسات دایر می گردد. مجاهدین امارت اسلامی مانع این کار می شوند. برای اینکه خدا نخواسته هموطنان ملکی ما زیان نبینند، باید به آن جلسات نروند که خطر حمله و زیان دیده می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به گفته های طالبان چنین واکنش نشان می دهد. از تمام روندها می خواهیم که سر اعلامیه‌شان دقیق فکر بکنند، به خاطر مردم افغانستان پروسه صلح انتخابات همکاری بکنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی هم ظاهرا با سردرگمی ها به پیش می رود، زیرا یک عضو این کمیسیون شاکی است که انتخابات برگزار می شود یا توافقنامه احتمالی صلح به امضا خواهد رسید. شرکای بین المللی است. شرکای بین المللی هم ایروزا از خان ملت افغانستان کم کم مخشوش دارند. لااقل اینا با یک کلمه بگوین یا انتخابات یا صلح. یک روز صلح، یک روز انتخابات. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند اگر حکومت در برگزاری انتخابات ششم میزان تضمین حفظ جان مردم را نکند، حضور مردم در انتخابات کمرنگ خواهد بود. حکومت افغانستان یک قسمت مسئول است که از جان و حضور مردم در پروسه تضمین بکنند و حمایت بکنند. در غیر از او سطح مشارکت بسیار پایین خواهد بود و پروسه متاسفانه که با چالش‌های جدی امنیتی مواجه خواهد شد. اما حکومت در واکنش به نشر خبرنامه گروه طالبان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده حفاظت مردم در برابر این گونه تهدیدها اند. بار بارم در رقم تهدیدونه وکرل د انتخابات د پارلمانی انتخابات پور از کوم راکتونه کټګری یاسنی سه پیادم د نورو وکیل سیبانو د افغانستان ولس باید وپیژنی د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمیږي. که موږ ته ووایې چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې درباندې کوو، همغه کار کوو. ریاست اجرایی نیز موضع گیری گروه طالبان را در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خلاف ارزش های مردم سالاری در کشور خوانده و آن را محکوم کرده است.